با سلام، سری برنامه های دیگر نام ها و یاد ها با میهمان استثنایی آقای مسعود بهنود که برخلاف تمام برنامه های گذشته نام ها و یاد ها که از ابتدا شروع میکنیم تا به انتها، اجازه بدید همچنان عنوان شاگردی که کار رسانه‌ای رو از خیلی جهات از ایشون یاد گرفتم، با اجازه خودشون بی پروا، بدون قرار قبلی، بدون طرح سوالات، این برنامه ها رو در کنار هم ضبط کنیم. آقای بهنود، هم سلام هم متشکر. اینجا در پاریس در تاریخ این برنامه ها رو ضبط میکنیم که آخر ماه سپتامبر تا روزی که این پخش بشه با حوادثی که دور و بر ما هست، به جای اینکه از شناسنامه شما از اولین صفحه شروع بکنیم به سراغ آخرش هم امیدواریم هرگز نریم، این است که شما یکی از روزنامه نگارانی هستید از خیلی جهات استثنایی، و یکی از این استثناها اینه که طرفداران شدید دارید، مخالفان جدی هم دارید. آقای مسعود بهنود بین این دوتا چه دارد بگوید و کجا نشسته است؟ تو دستن دیگه، یه دسته این است، یه دسته گروهی هستن که یه تصویری از انقلاب دارن که این تصویر محبته و غلطه، این تصویری که دارن درست نیست. در تایید و رد انقلاب؟ نه، اصلا اینکه چجوری کار به اینجا رسید، این خودش جزئیاتی داره که به هر حال برای عموم روشن نیست، و متاسفانه حتی آدمهایی که نزدیکم به پادشاه بودن سکوت میکنن در مورد مواقعی که پایان کار یه جور دیگه‌ای بود غیر از اون چیزی که در ظاهر تصور میرن. بنابراین به این ترتیب این دوستانی که میگی اینا به این درچه هستن که هر کی اون موقع بوده، توی ایران بوده یا نه، در 15 سال بزرگتر بوده، این خائنه، بیایی شما ریختید به همون فلا اینا. میگم من بودم، من تو فرودگاه همراهشون بودم. بعد حالا دیرتر میگم که 16 شهریور در برنامه تلویزیونی، بعد ما روزنامه نگاری میکردیم، به هر حال وزن کارمون همینه. حالا این از این ور، از اون ور، اون میاد مثلا فیلمایی که من موقع مصاحبه با اولین بار یا آخرین باری که مصاحبه درست کرد آقای ثابتی، منو بله اونجا نشسته بودیم، منو شاهنده با فروزان، صفا آیری هم نشسته بود، صفا اون پشت داره. بعد خب اون ورداشت نوشتش که مأمور همراه ساواک، یعنی انگار هیچ تصوری از کاری که میکنن ندارن. حتی بعضی از دوستای ما، من موقعی که رفتم یه فیلم بازی کردم بعد از انقلاب، بعد رفیق عزیز من گلمکانی، خیلی هم دوستش دارم، گلمکانی نوشتش که این توبه نامه از فیلم توبه نامه درست کنه. یعنی برادر ایشون که الان داره برای حکومت کار میکنه، برادر اونی که در پاریسه، بله، پناهنده شده، حالا برای حکومت کار میکنه. آره، حالا اون من نمیدونم، ولی این رو میدونم که جا به جا شد همه این قضای بر ما. من مثلا فلانجا بودم، خب بودم به خاطر که شغلم اینه دیگه، شغلم اینو ایجاب میکنه. اون یکی مینویسه که تنها مأمور عالی رتبه وزارت اطلاعات ایران که رفته به اسرائیل. گفتم تنها مأمور نبودم، میرفتم، خب فیلم رفتم، فیلم تهیه کردم، فیلمم هست. حالا در طول گفتگوها مطمئنا به شواهد ضد و نقیض به قول شما همین کار خواهیم رسید. منم همین مشکل رو دارم با هر گروهی که مصاحبه میکنم، گروه های دیگه بله حرف دارن. بعدم حالا یک جمله جدید اینه که میخواد همه رو داشته باشن، من نمیدونم. حالا
برگردیم به نامه ها و یادها که من میتونم به تعداد روزهای زندگیتون شما هم نام دارید و هم یاد. برای همین هم جذابیت شنیدن از شما از اینجا میاد که خیلی جا حضور داشتین. تعداد روزنامه نگارانی که این بعض رو داشتن کمه. حالا نمیدونم از کجا شروع بکنیم، از تولد، از دبستان، از دبیرستان، ولی برای اینکه از وقت استفاده بکنیم بیاییم از اولین روزی که نوشتید، حالا اسم خودتون بود، مقاله بود، شعار بود، شعر بود، چی بود؟ مدرسه میرفتم، دبیرستان، دبیرستان ادیب توی خیابون فردوسی نبش لارزا درست روبروی روزنامه کیهان. بعد روزنامه دیواری رو درست میکردم، چون خط هم بد نبود، خطش هم بد خودم مینوشتم. یه بار آقای صبحی، این مسیرش بود، هر روز میومد با اون گوینده مشهور رادیو. صبحی آدم چاقی بود و درویش و یه سیبیلی داشت اینجا، و بچه هم باز به خاطر حرفای مزخرفی که اینو میزنن هی او رو مسخره میکردن، میگفتن که مثلا بله این یه موضوعی بود از دم کلاس که رد میشد، از دم روزه که اینا میدونستن، اونم میگفت، اونم میگفتش حالا مادرتونو بیارین یه تمریری بکنین ببینین چی میشه، از این حرفای مکالمه میکردن مردم. بله. او یه مرتبه نمیدونم کی کشونده بودش تو، این رو دیولوی در ورودی مدرسه بود توی راهرو، هم توی راهرو اینو خوند. همه رو خودتون می‌نوشتین؟ همه رو نه، ولی بخش این سرمقاله رو خوند. این سرمقاله رو من راجع به این خونه نوشتم که مدرسه ما توش بود، خونه فلان کس داماد امین سلطانه و چنین چنانه. در وسط راهی که می نوشتم، ما قسمتی رو که برای پینگ پونگ درست شده بود توی پایین اینطوری یه فضایی باز شده مثل راه رو، این رو دیوارش رو شکوندیم با شیطنت، جا باز شد برای سه تا میز اضافه هم گذاشتیم. این به هوس ما رو انداخت که این دیوار رو بیش کنیم ببینیم کجا میره. یعنی بیشتر از روزنامه نویسید؟ آره ده. کار به کار آقای پیشنگ بودم. بعد خلاصه رفته بودیم یه چیزی هم به دست آوردیم، در حالی که این راه عین راه زیرزمین قار رسید تا پشت سینما رکس. یعنی از نه سینما رکس آبادان، سینما رکس تهران. آره، سینما رکس تهران رسید به، و ما هم نمی‌دونستیم اینجا که چیه، که ما خراب می‌کردیم می‌رفتیم، بیشتر پارچه پیدا می‌شد چون انباری شرکتای بود که پارچه می‌ذاشتن اونجا. اینم من به اون نوشته اضافه کرده بودم، اضافه اینطوری من صدا کرد و بچه ها گفت کنم از گفتش بابا جان این پایینش چرا فرق داره؟ گفتم بعدا اضافه کردم قربون. گفت چی اضافه کردی؟ گفتم اون روبرو دیگه اینجا و این راه قارمانندیه که اینطوری میره و به همین جهت هم اونجا نوشتم فکر میکنم راه فراری بوده که امین سلطان میخواسته برای اینکه بره بیرون دروازه شهر. گفت آفرین آفرین، برفتی تو گشتی گیر آوردی؟ گفتم آره، البته استاد من اگه راه میافتادم تو خیامون دنبال آقای انوار، همین رو آقای انوار بهم میگفت، راه ما مشکل کردم، ولی بله خودم رفتم چیز کردم، خیلی خوشش اومد خیلی. بعد به من گفتش هفته آینده بیا به رادیو. اولین بار من رفتم رادیو. این چه سالیه؟ سال 40. آه، ولی از کی حس که، یعنی عنوان روزنامه نگار درست و صحیح به شما خطاب شد؟ اون چه موقعی بود؟ خیلی قبل از دیپلم یادمه. نه بله، خیلی محو شده بود به خاطر که سال 42 یه دختر بچه همسن سال خودم، چون اون موقع 15 سالم 16 سالم، همون سالی که شلوغ شد 15 خرداد من با اون دختر که اونم همسن سال من یا کی همتر بود از خونهشون غرق کرده بود، ولو شده بودیم تو خیابون. بعد اونجا یه برخوردیم به اینکه اینا میزدن اونا میامدن، بعد یه در وا میشد ما رو میبرد تو. بعد تو اینا خیلی صحنه چیزی بود، صحنه غریبی بود، یه جایش میترسیدم. من یادم افتادش که من یک همسایه و دوستی دارم که مادرش با مادر من خیلی دوست رفت آمد داره به اسم آقای ذوالفقاری که خبرنگار روزنامه اطلاع.
من این دخترکم همراه کردم، اومدم گفت بریم روزنامه اطلاعات. رفتم روزنامه اطلاعات، رفتم اون بالا، بساتی بود چون ریخته بودن اونجا، دیوار خراب کردن، مسعودی از پشت دیوار خراب رفته بود، مثل زلزله زده بود. من رفتم از اینو پرسیدم آقای ذوالفقار، گفت نه آقای ذوالفقاری که رفتن. بالاخره یه کسی گفتم آقا ممکن یه چیزی بشه، من دوست نزدیک آقای ذوالفقاری هم. گفت ای آره خب عزیزم چی اونه؟ این آقای افرایی بود که بعدن دوست نزدیک من شد، بهرام من. سردبیر اطلاعات دخترم پسرم. به او گفتم، گفت پیل من ببینم، من نوشته بودم دادم گزارش روز این اون اینا. اولین نوشته شما در روزنامه اطلاعات چاپ شد. آره اسمو نذاشتن البته، چون داخل آدم نبودم که، منم نمیخواستم، یعنی اصلا این بزرگ رو ندیده بودم که اسم میشه گذاشت، فقط دنبال یه شیطنتی بودم که خودم چیز کنه، که راضی کرد، خیلی راضی کرد. بعد که بردم به ذوالفقار نشون دادم، گفت بیا من یک کارت مدرسه، خبرنگار مدرسه هم داشتم تو روزنامه اطلاعات من. که از همون سالهای قبل برای اطلاعات جوانان می‌نوشتی یا اطلاعات روزانه؟ نه برای اطلاعات دختران پسران. آه همون همون نوجوان. آقای احرار بعدها شد سردبیرش. اولین سردبیرش احرار بود و بعد دیگه حالا دیگه سایدی شد. آره بعد دیگه آروم شد دیگه، تا اینکه یه روزی من رفته بودم دیگه دارالفنون و رو درست روبروی چاپخونه محل انتشار مجله روشنفکر بود. شما مدارستون خیلی عجیبه، یک بار روبروی کیهان، یک بار روبروی روشنفکر. بعد آگهی داده بود که من خبرنگار میخوام. با کی؟ معلومه من اولین کسی بودم که اونجا میرسیدم. سردبیر اون موقع پرویز نقیبی؟ سردبیر اونجا یه سیروس آموزگار؟ نه پرویز، منتها پرویز موقتاً بود به خاطر اینکه سردبیر واقعی رفت امریکا که دوره ببینه. دکتر مصطفی؟ دکتر مصطفی مدیر بود. مدیر. آره. و وقتی رفت دوره ببینه همه اینا فکر کردن، اینا نوچه‌هاش بودن، فکر کردن که باید اداره کنن اینطور تا بیاد رئیس. رئیس اومد نیومد مجله. ما هم خوب شریده بودن در برش با بقیه دست گل گفت پیشم خونهش برای اولی مرتبه سلام علیکم سلام علیکم اینا. ما هم پرسیدیم که بعد گفت حقیقتش این که من از این گدایی بازی که رجله ها هستم پول نمیدن اینا اومدم بیرون. من این 5 ساله تو آمریکا همه کار این حرفه رو یاد گرفتم، بنابراین الان اومدم به مسبازات پیشنهاد دادم که مجله درست میکنم و بعدم اینطوری کنه اینطوری کنه، مشروط برای اینکه 70% درآمد مال من. کیهان بچه ها؟ آره. نه زن روز. آه دوامی. آه دوامی گفتش که من این درآمد در چیز کردم اینا، ما هم حساب کتاب نداشتیم ببینیم این چی میشه، که مثلا بعد از 6 ماه این اتفاق افتاد. پرفروشترین هفته نامه ایران؟ بله، اصلا یه کار عجیبی کرد واقعا. هرمزی هم براتوش کمک کرد، ولی کار از این که بیشتر بچه های روشنفکر رفتن. از همه مهمتر استاد من فجل خان سبا رفت، واقعا کم آوردم چون اون با همه منو آشنا کرده بود و به توجه نداشت به اینکه من هنوز مدرسه میرم. هر شب پای عرق‌خوری منو میبرد، بعد این کی آقای شاملو، این کی فلانیه، بعد اینا ما رفیق می‌شدیم. شما به شاملو خیلی نزدیک بودیم. آره. بعد دیگه چیز بود دیگه، یعنی همینطوری حرکت می‌کرد. در من شوخی این وسط یه پرانتز باز کنم برات بگم، من بچگیم با 2 نفر هم سن و همراه بودم از بچگی، از 6-7 سال. یکیش مصطفی بود. مصطفی کی؟ مصطفی نوه آقای امیر تیمور بود و دختر عزیز خودش جان خانم ازدواج کرد بود با انصاری و مصطفی انصاری بود و جدا شدن جان خانم از اون شوهر عزیز، جدا شدن. اون چون تنها شد بهش خونه امیر تیمور، بنابراین به من هم آقای امیر تیمور گفتن که به مادر بزرگ هم البته گفته بودن که خب مسعود جا بیاد اینجا و اینجا باشه و فلان این حرفا اینا.
اون یکی حسین قوام بود، پسر قوام سلطنه، تنها پسر قوام سلطنه، تنها آمد و شدهای خیلی سریع با آره. بزرگانه. ما با این دوتا زندگی کردیم و هر دوتا در یه زمان خیلی کوتاهی، در حالی که اونا از نظر مقام طبقاتی از من خب خیلی بالاتر بودن. بچه قوام سلطنه این حرفا نبود که، ولی آخر سر خیلی غم انگیز شد به خاطر اینکه درست همون زمان ها حسین به وضع خیلی بدی اووردوز کرد تو سوئیس و رفت، و اگه واقعا چیز نبودم یعنی میتونستم برم سوئیس، پاسپورت رو نداشتم از زمان. آقای بنوت با موضوعی روبرو هستیم که خود شما سالها تجربه کردید، زندگی کردید، حالا هم همینه، با اون موضوع وقته. اولین برنامه وقتش خیلی سریعتر از اون که فکر کنم تموم شد. به شما قول میدم جزئیات و پرسش های بیشتری که احتمالاً شما هم درش شریکین در برنامه های آینده با آقای بهنود مطرح کنید.